خوب میتونیم که انشالله در روسیه انشالله که ایجاد بکنیم. البته ملاقات هایی که ما با هیئات بلندپایی روسیه داشتیم، از جمله پیشتر یادآور شدم که معاون صدر اعظم روسیه بود، نفر بسیار مهم بود، در برنامه های تجارت بسیار دلچسپی داشتند که به افغانستان هم در بخش صادرات، هم در بخش تکنولوژی، هم در بخش واردات باید ما دست بالایی داشته باشیم و یک مارکت بسیار خوبی انشالله که در روسیه داشته باشیم و ما اطمینان میدیم به سکتور خصوصی ما که انشالله ما قسمی که در قزاقستان داشتیم و قسمی که در ترکمنستان داشتیم در روسیه هم یک برنامه ریزی خوب می داشته باشیم و یک نمایش و سطح منطقه یک نمایش بسیار خوبه انشالله که هم نمایش می باشه، هم بی تو بی کنفرانس ها می باشه و همچنان بعضی برنامه های دیگه که در قبال تجارت هست همراه مسئولین روسی انشالله بحث و گفتگو میشه و یقین داریم که انشالله جایگاه خود تولیدات افغانستان در روسیه می داشته باشه. تا حال درباره دقیق درباره زمان شما البته بحث نکردیم، باید از طریق مجرای دیپلماتی ما مکتوبات داشته باشیم و بحث و گفتگو هم رایشان بکنیم که یک زمان مشخص داشته باشیم که با نمایشی که ما در آینده انشالله با قزاقستان داریم شاید در ماه اگست باشه و در ازبکستان داشتیم با او باید تش نداشته باشه، یعنی یک وقت بسیار معقولی داشته باشه که در حدود شاید قسمی که ما تیاره را چارتر میکنیم و شرکت های مستعد افغانستان همراه ما همراهی میکنند و دلیگیشن رسمی افغانستان همراه ما میباشه. یک برنامه ریزی بسیار منظم داریم که علی الحمدلله در طول دو سال تجربه خوب آموختیم. ما میخواییم که انشاءالله برنامه ما کامیاب باشه. قسمی که همه ایتون شاید در جریان بوده باشین، ما یک نمایش بسیار خوبی در ترکمنستان داشتیم که دمی ماه اخیر ما در حدود 200 میلیون دلار اما برنامه اولیش ما امرای ترکمنستان امضا کردیم، در حدود 12-13 قرارداد ما امرای ترکمنستان داشتیم و ما اطمینان میدیم انشاءالله سکتور خصوصی را که ما یک جایگاه خوب در مارکت روسیه پیدا میکنیم. قسمی که سکتور خصوصی ما بار بار از وزارت صنعت تجارت خواهشان می بود که ما به محصولات خود باید یک بازار معقول در منطقه داشته باشیم. البته الحمدلله بیشتر از 60 یا بالاتر از کشورها ما صادرات داریم، به امریکا صادرات داریم، به اروپا صادرات داریم، به کشور چین صادرات ما الحمدلله و به کشورهای آسیای میانه روسیه صادرات داریم. البته جایگاهش کمتر بود و به خودتان معلوم است که امروز امو تارگت و هدفی که بازرگانان پاکستان دارن، از هندوستان دارن، هدفشان است که ما یک مارکت بسیار خوب در آسیای میانه داشته باشیم و این موقع به سکتور خصوصی ما خیلی آماده است. ما در سه کشور آسیای میانه هم سرحد هستیم. البته میتونیم که الحمدلله به مو اندازه اون توانی که ما داریم در بخش تولیدات ما باشد، در بخش زراعت ما باشد، در بخش مواد معدنی ما باشد، تماما در مارکت ها بروی ما باز است. البته کشورهای دوم و سهیم که است یا ما همه انگسازی میکنیم که انشالله دیگه به قسمی که خوبتر معقولتر باشه راه ها را برایشان باز کنیم. نمایشگاه آینده ما انشالله هدف ما ازبکستان است، در جریان هستیم، تاریخ مشخص معلوم نیست، شاید در حدود یک ماه دیگه انشاءالله در ازبکستان. کوشش ما همی است که از طریق راه زمینی محصولات افغانستان ببریم و در تاشکند یک نمایش بسیار بزرگ داشته باشیم. البته ایره کشور ازبکستان هم رای ما هماهنگی دارند و هدف دوم ما قسمی که در سال قبلی داشتیم در قزاقستان او به جای خود باقی است، پس دوباره انشاءالله او را اثر میگیریم و باز انشاءالله ما میتونیم که در قزاقستان هم یک نمایش خوب داشته باشیم. و هدف سه ما بازار روسیه است. ما وقتی که هم کنفرانس میگیریم رسمی و هم بی تو بی کنفرانس می داشته باشیم و هم نمایش می داشته باشیم، یک نتیجه خوب است پیش از این ما گرفتیم و امروز الحمدلله ما زیادتر موضوعات خو اکثر وقت نمیتونیم شریک بسازیم امرای میدیا، البته زیقی وقت می باشه، بعضی وقت بعضی برنامه می باشه که آدم 100% گفتگو کرده نمیتونه، ولیکن ما انشالله ما سکتور خصوصی خدا و ملت خدا اطمینان میدیم که انشالله در آینده های نزدیک ما یک کشور صادراتی میشیم. عموما امرای
شرکت ایرلاین هوایی ما که هم در شرکت داریم آریانا است و هم کامیر است، ما قرارداد داریم. هر کدامشان برای ما نرخ خوب تر معقول تر میدین، طیاره را چارتر میکنیم و در حدود 220 نفر سرنشین میداشته باشند یا 250 نفر سرنشین میداشته باشند، ما امو حد ما حدود پورا میکنیم. با یک زمانت خاصی که البته در نمایش قبلی متاسفانه بعضی از بازرگان های ما که بنام بازرگان بودن رفتن و در قزاقستان ماندن، البته یک سلسله شکایت از ما هم داشتن. من هم ما خواهی جای شکایت به کسی الحمدلله نمیخوایم که ببانیم، ولیکن کشور قزاقستان یک سلسله اعتراض ها و بعضی برنامه ها را داشت و این باری که انشاءالله ما دوباره سفر میکنیم با یک شرایط بسیار خوب، با یک زمانات بسیار خوب و با یک برنامه ای که بعد هویت افغانستان، تاریخ افغانستان، مردم افغانستان باید یک جایگاه خوبی را در منطقه و در دنیا پیدا کنند. انشاءالله قدم میبرداریم و این یک اقدام بسیار خوب است. حدود 250 تجار هم رای ما میباشه انشاءالله و دیگه تجارار از تمام در کشورهایی که مثال ترکیه است، امارات است، پاکستان است، ایران است، همه را دعوت میکنیم، هم یک همایش بین خود افغانها و هم در منطقه یک الحمدلله که یک خود ظاهر بکنند که ما هم تولیدات داریم و هم تجارت ما الحمدلله زنده است. ما را در جریان نگذاشتن، دیروز ما از طریق میدیا من دیدم، بررسی کردم، تجارار هم رایشان صحبت کردیم. انشاءالله سکتگی خو نمیه، ایران با ما حاضر است که ما چقدر که بخوایم تیر تیه که بر ما میدین و ما موضوع را انشاءالله هم رای سفارت ما در ترکمنستان شریک میسازیم و این موضوع انشاءالله قابل حل است. ما یک روابط بسیار خوب با ترکمنستان داریم، با کشورهای منطقه هیچ رقم از نگاه تجارت ما الحمدلله مشکلات و سختی و تنش ما هیچ رقم نداریم و تمام بنادر ما الحمدلله به خودتان معلوم است دمی سال گذشته بعضی نظر به سلیقه هایی که داشتن یک سلسله مشکلات هم رای طرف پاکستان داشتیم، خودتان دیدیم که در موضوعات نرخ و در قیمت ها هیچ تفاوتی الحمدلله نامد. این دلیلش است که ما اگر روابط خوب با منطقه داریم و همراه پاکستان هم به خودتان معلوم است ما توافقات معایده که در اخیر داشتیم به نفع سکتور خصوصی ما است انشاءالله و دیگر بینان میدیم که انشاءالله رای چابهار فعلا خیلی الحمدلله فعال شده، از 80 و از 90 کامیونی که رد و بدل میشد و اکثرش هم مسافر بری می بود، امروز الحمدلله تا 182 کامیون از بندر نیمروز و از بندر میلک ما الحمدلله تردد میکنن. یک رابطه بسیار خوب داریم و ما اطمینان میدیم که با هیچ کسی و هیچ بدیلی را ما نمیخواهیم که داشته باشیم. البته چابهار ما هیچ وقت بدیل رای تورخم و رای کراچی نمیسازیم. چابهار جای خود می داشته باشه و تورخم جای خود می داشته باشه. البته ما امرای ترکمنستان و نمو دریای خزر یا کسپین ما میخواهیم که یک رای جدید رای ترانزیتی معقولی را با روسیه داشته باشیم که 3000 کشتی هایی که از کانال های دریای والگای روسیه از مناطق مختلفش بارگیری میکنن بیان تا پورت ترکمنستان ترکمن باشی و از این ما بارگیری بکنیم و داخل افغانستان بیاریم که شاید کمترین هزینه ها را به خود داشته باشه. البته 7 ولایت طرف غربی افغانستان یا بسیار آسان میتونیم که تأمینات داشته باشیم. و خودتان معلوم است که وقتی که از تونل سالنگ میه و به قندهار ما اموال میرسانیم برای ما پر خیلی پر هزینه است. ما میخوایم رای تورغندی باید آباد باشه و آزاد باشه و بتانیم تأمینات راه سپین بولدک و 7 ولایت غربی افغانستان از رای انشاءالله که تورغندی داشته باشیم.